خیلی متشکرم از محارسن میساقی. سلام به همه دوستان بیننده همراهان شبکیه 3 برنامه فوتبال برتر از تهران ورزشگاه آزادی همراه شما هستیم. بازم یه برخورد صورت گرفته و یک بازیکن از تیم صنعت نفت ناراحت روی زمین هست و مهدی قائدی اونجا برخورد داشته با کعبی و داور اونجا کارت زرد میده به دیاباته که داره اعتراض هم میکنه، به سمت کمک داور میره، پای راستش رو گذاشت دیگه نیمچه هول داد. صنعت نفت عیسی آل کثیری میاره به سمت چپ، جعفر سلمانی، دوباره خود آل کثیری پشت مهاجم جرمه رد شد و از راه دور میزنه و واکنش حسینی رو حالا به همراه داره. جناب آقای پورحیدری هم هست، میلیچ از چپ نفوذ کرده، قائدی سرعتش بالاست، تغییر مسیر میخواد بده، داغه خیلی محبته میزنه زبش رو اونجا دیاباته میره واسه گل دوم. بازم گل به خودی رو میخواستیم انگار این بار دیگه شاهد باشیم. پاس رو عقب کعبی بود که اونجا با واکنش سالاری همراه شد. فرشید اسماعیلی حالا کسی عقب‌تر اومده، علی کریمی داخل محوطه زاویه اونجا دست دست رو میزنه، دوباره علی کریمی و واکنش سالاری است که اونجا امروز روحشون شاد باشه و گذاشون گرامی. یه حرکت از زمین تیم صنعت نفت، اشتباه دروازه‌بان، گل اول واسه استقلال، گل اول واسه استقلال. چه سوتی داد ناصر سالاری اونجا و توپ دستش در اومد، توپی که اومد توی محوطه بدجوری اشتباه کرد سالاری و دروازه استقلال باز شد روی ضربه راحتی که دانشگر زد. تشویق هواداران استقلال، بازی 1-0 بود. سالاری اونجا مقصر اصلی گل آبی ها شناخته میشه. یه بار دیگه میرم واسه یه ضد حمله آبی ها. مهدی قائدی سرعت بازیکناشون بالاست، میاره به سمت چپ، دوباره خود قائدی، پاسش خوب نیست این بار و ارتباط رو قطع میکنه محمد قریشی. هفته به هفته تیم استراماچونی بهتر شد و الان دیگه داره خوب کار میکنه و 15 امتیاز داره و میتونه با یه 3 امتیاز دوباره شرایطش رو بهتر هم بکنه تیم استقلال. طالب ریکانی یه پاس پشت مدافعان بیرون میره اونجا حسینی و چجوری هم بیرون رفت. یه پاس بلند به سمت راست، وریا یه ارسال بلند و کاتا روی دروازه، یه برخورد میگن پنالتیه، نظر داور پنالتی نیست و کار دنبال میشه و بر میگردونه توپو عبدالله ناصری. تیم صنعت نفت آبادان حالا فرصت داره، دیاباته ناراحت روی زمین هست. با هم میبینیم صحنه آیسته رو اینجا که رزه انگار برخوردی هم داشتند دو بازیکن با هم دیگه. فوری اضافه شده، تماشاگران نیمخیزن، یه پاس رو به جلو برای دیاباته، گلر بیرون میره، دروازه‌بان جا میمونه، دروازه خالی هست، داور چی گرفته؟ خطا گرفته، خطا به نفع استقلال، خطای ناصر سالاری. یه تو محوطه هست، نظر زایدی فر بیرونه، کمکش اونجا میره با حمایت میکنه چون بازیکن استقلال رفتن سمتش و دیاباته هم هنوز روی زمین هست. روز سختی رو سالاری داره سپری میکنه، کارت زرد هم گرفت دروازه‌بان صنعت نفت آبادان. فوری اضافه شده، تماشاگران نیمخیزن، یه پاس رو به جلو برای دیاباته، گلر بیرون میره، دروازه‌بان جا میمونه، دروازه خالی هست، داور چی گرفته؟ خطا گرفته، خطا به نفع استقلال، خطای ناصر سالاری. یه تو محوطه هست، نظر زایدی فر بیرونه، کمکش اونجا میره با حمایت میکنه چون بازیکن استقلال رفتن سمتش و دیاباته هم هنوز روی زمین هست. روز سختی رو سالاری داره سپری میکنه، کارت زرد هم گرفت دروازه‌بان صنعت نفت آبادان. استقلال داخل محوطه هستند، دانشگر رو بغل کرده به نوعی اهل شاخه، سوت داور، حرکت بازیکن داخل محوطه، وریا میفرسته روی دروازه زمین، گل دوم واسه استقلال. بلکن نیست شیخ دیاباته، 4 گله استقلال در این مسابقه. فرشید اسماعیلی رد میشه، توپ از فرشید میگرفت، آفساید بود، مهدی قائدی گوشه زمین صاحب توپه، یه ارسال روی دروازه، توپ خورده مدافعان صنعت نفت آبادان، فرشید اسماعیلی میکاره راست، وریا غفوری و توپی که به توی دروازه میکوبه، وریا خودش هم به توپ رسید و توپو گرفت گوشه زمین، تکلی بازیکن صنعت نفت آبادان. طرفدار تیم استقلال دارن کیف میکنن از این بازی تیمشون. پیش رفت سمت طرفدارا و باعث ناراحتیشون هم شد، حتی به سود استقلال غیر از این گلی که امروز زد برای استقلال تونسته بود گل‌های دیگه‌ای رو به ثمر برسونه. دیاباته، قائدی،
یه کنترل ضربه پای چپ گل سوم. مهدی قائدی گل سوم رو برای استقلال به ثمر میرسونه. طوفان آبی در راه است در تهران. 26 دقیقه 3 هیچ. مهدی قائدی وعده 10 گل تو این فصل رو به خاطر شماره 10 ایش میخواد به هر شکلی هست عملی کنه. زاهدی فرد دیاباته رفته تا اونجا مزاحم مدافعین میشه. ضربه وریا غفوری و اینم گل چهارم. و چقدر خوب زد وریا غفوری ضربش رو. استقلال 4 سمت نفت آبادان 0. گل بارون آزادی امشب 4 تا رو فعلا تو یه نیمه زده استقلال. کار سمت نفت سخت بود، داره همینطوری سخت‌تر هم میشه و درگشت خیلی کار سخت دیگه. تشویق میکنن طرفداران تیم استقلال وریا غفوری رو. توپی که سراغش هم رفت عبدالله ناصر سالاری اما نتونست بگیره، به این شکل دروازه باز شد. با پای راست با کات مناسب داخل پا زد و دروازه رو باز کرد. وریا غفوری اینطوری هم زد، توپ دست سالاری هم خورد. فرشید اسماعیلی جا خالی میکنه، خود مهدی قائدی بازیکن سنت اونجا هستن. پاس برای دیاباته سمت راستش داره، وریا رو خود دیاباته میزنه با خطرناک از کنار دروازه تو به بیرون رفت. محوطه دوباره مصطفی احمدی صاحب توپ میشه، میاره به سمت چپ برای کعبی. زمین محکم کعبی و توپی که پای چپ میزنه تو چارچوب نیست و به بیرون میره. محمد اهل شاخه توی محوطه هست، یه ارسال بلند روی دروازه زبی سر میتونه زده بشه. کار اونجا گره خورده، زبی بازیکن استقلال توپی که زد غلامی برمیگرده پشت محوطه جریمه. زبی راه دور خطرناک بازیکن سرعت نفت، خوب زد مصطفی احمدی ضربش رو. یه بار دیگه سمت راست وریا غفوری فرار کرده، توپ فرستاد روی دروازه، دروازه‌بان اونجا تاثیرش رو گذاشته و توپی که رفته به بیرون و داور هم ضربه دروازه گرفته. فولاد که 16 امتیازی هست رو پشت سر میگذاره. صنعت نفت هم 16 امتیازی بود، اونا هم پشت سر استقلال قرار خواهند گرفت. فقط یه شهر خودرو میمونه که البته اونها همراه با تیم تراکتور که فعلا باخته پایین‌تر از استقلال میستن تا بازی شهر خودرو برگزار بشه. دانشگر گرسالوی دروازه فورت برای تیم استقلال داخل محوطه. پنجمی رو میبینیم، ضربه رو میزنه. بله میبینیم، پنجمی رو هم میبینیم. میلیچ دروازه صنعت نفت رو باز کرد. استقلال پنجتایی میکنه تیم صنعت نفت رو به اینجای کار. یه چپ پرقدرت رو زد میلیچ تا در نیمه دوم هم دروازه سالاری باز بشه. میبینیم با هم صحنه آهسته رو. توپ برگشتی، کنترل و یه ضربه پرقدرت. چپ و راست استقلال وریا و میلیچ در این بازی گل زدند. خیلی خوب توپ روی پای سوار شد و عالی به سمت چارچوب ضربش رو زد میلیچ. استقلال 5 صنعت نفت 0. یه بار دیگه باز هم ارسال، آقایی توپش بیرون از محوطه میاد با ضربه‌ای که میزنن و بالاخره سالاری توپو جمع میکنه. ضربه مسعود ریگی توپ از مقابل پای علی کریمی یه لحظه فاصله گرفت، دوباره خود کریمی توپو گرفته. پاس برای بازیکن همدسته، تغییر مسیر، ضربه بغل پای فنی و زمینی میرفت واسه گل ششم فرشید اسماعیلی. بختیار رحمانی در این مسابقه یه حرکت یه پاس داخل محوطه جریمه، توپ از همه رد شده و اونجا بازیکن استقلال دوباره به توپ رسیدن. وریا غفوری با پای چپ ضربش رو میزنه و خیلی هم بد میزنه این بار وریا و توپی که رو بیرون رفت. رضاوند یه پاس کوتاه میکنن واسه رضاوند، دوباره ضربش رو میتونه بزنه. رضاوند فنی میزنه اونجا و واکنش سالاری رو به همراه داشت. ششمین گل رو میخوان هواداران استقلال. یه ارسال بلند دروازه، یک ضربه که سر رو میرفتیم به سمت نفتم شیش تایی بشه که نجات داد دروازه رو. یه ارسال بلند روی دروازه روی خط شیش قدم ضربه ایستاد واکنش عالی حسینی. دوباره اونجا مدافعان حسینی دروازه رو بسته نگه میدارن. عالی بود حرکت حسین حسینی، نمیخواد در این بازی خودش و تیمش گل بخورن.
سوت داور تموم بازی استقلال 5-0 سرعت نفت رو میبره، سه امتیاز شیرین این بازی رو در تهران به دست میاره و خودش رو در جدول چندین پله هم بالا میکشونه.